درودهای بی پایان به خانواده مقدس عیسی مسیح خداوند. همینطور به طور خاص سلام و خوش اومدگویی دارم برای عزیزانی که اولین بارشون مهمان هستن که امروز بعد از ظهر یک شنبه در این عبادت عالی به ما پیوستن. آمین. باشه که واقعا ساعتی که گذشت در این پرستش عالی قدری استراحت یافته باشیم، قدری تمدد یافته باشیم، قوت یافته باشیم. آمین هست؟ اینطور میشه که بقیه ساعت ما هم ایمان دارم که برکت یافته و مبارک خواهد بود و دستای باز و سخاوتمند خداوند اینجاست که احتیاجای ما رو میبینه، تک تک ما رو بر وقف صلاح دید و هدف و اراده خودش ما رو مبارک و برکت یافته اعلام کرده و میکنه. آمین. امروز صبح که داشتم به تک تکتون فکر میکردم، یعنی به این گروهی که امروز قرار بیاد اینجا، همین جماعت رو جلوی چشمام تصویر داشتم و آیاتی همجور در ذهنم مرور میشد که حقیقتا نمیدونستم کجاست، کلن میدونستم در خروجه، که اینطور بارها تو کتاب خروج به خصوص اینطور گفته، اونایی که طالب یهوه خدا هستن از اردوگاه های خودشون بیرون میان، خارج میشن تا با خدا ملاقات کنن. و واقعا تو قلبم بود، گفتم خداوند این افراد از کمپ های خودشون خارج میشن، از اردوگاه های خودشون، خونه های خودشون بیرون میان در این فصلی که سرده. شاید خیلی موقع ها شما ها بین ما افرادی باشن که راهاشون خیلی دور باشه، شاید حالا روز خوشی نداشته باشن، امروز دلشون میخواست اون زیر اون پتوی گرم استراحت کنن، ولی از جای امن خودشون بیرون اومدن تا تو رو ملاقات کنن ای خداوند، تا روی زیبای تو رو بطلبن. پس باشه که خداوند با دستای باز تک تک عزیزام رو برکت بدی. آمین. پس شما که واقعا این طی طریق رو کردین، از این مسافت ها عبور کردین، باشه که در این لحظه تصمیم بگیرین، یک تصمیم جدی که در این ساعتی که دارین کلام خدا رو میشنوین واقعا به خداوند تمرکز کنین، متمرکز او باشین، با این تمرکز به او احترام بذارین، او رو محبت کنین. آمین. چون خدا هم امروز میخواد از اعماق وجود خودش با تک تک ما سخن بگه. از چیزی که امروز تو قلبم بگم، از یکی از عواملی که حقیقتا میتونم با ایمان بگم موعظه رو، پیام خدا رو به مثابه یک پرستش میتونه ارتقا بده و این زمانهای خداست. وقتی ما راجع به زمانهای خدا، وقتهای خدا صحبت میکنیم، چه اون که گوش میده، چه اون که راجع به این زمانها صحبت میکنه، حقیقتا ایمان دارم مثل یک پرستش خوشبو نزد خدا میرسه. این زمانها چه زمانیه؟ زمانهای تاریخی خداوند. مثلا 40 روز قبل از عید قیام، 40 روز قبل از پنتیکاست، و در این روزهای مبارک و عالی که 4 هفته قبل از میلاد عیسی مسیح خداوندمون. چرا اینقدر مهمه این زمانها؟ چرا این وقتهای خداوند اینقدر مهمه؟ چون این تاریخها کلیسا بدن مسیح رو شکل میده و به ما یادآوری میکنه که خدا در تاریخ بشریت کار کرده، در تاریخ بشریت عمل کرده و میکنه. تاریخ ها در کتاب مقدس یک رویداد حقیقیه، یک رویداد مطلقه که یک بار در یک زمان و مکان خاص اتفاق افتاده و هرگز دیگه امکان نداره که در مکان و زمان خاص دیگه‌ای تکرار بشه. و عزیزانم، به خصوص خانواده الهی، فرزندان نور، حتما نباید در این زمینه، اصلا نباید در این زمینه از فرزندان تاریکی عقبتر باشن و ندونن که خدا در خلقت خودش چه زمانهایی متعال و رفیع شده. آمین.
فرزندان نور نباید نباید ندونن که خدا در تاریخ چقدر حاضر و ناظر بوده. وقتی که فرزند خدا به این میراث خودش، میراث روحانی خودش توجه میکنه، مشاهده میکنه، نگاه میکنه، چیزی که به وجود میاد وقتی جلال خدا رو در اون فرایند تاریخ نگاه میکنه، قلبش مملو از شادی میشه، چون این آگاهی رو پیدا میکنه، این آگاهی رو پیدا میکنه که خدای زنده همچنان در حال کاره. آمین. و همینطور یک حس وحدت، یک حس تعلق به کلیسا، بدن مسیح به ما میده، همطور یک قنای روحانی در درون ما ایجاد میکنه. باور میکنید؟ ما 3 هفته هست که وارد شکوهمندترین واقعه تاریخی شدیم. ما وارد 3 هفته ادونت شدیم. امروز 3 شمع روشن شد. ادونت یک کلمه لاتینه که اگه بخوایم به فارسی اونو ترجمه کنیم، به معنای آمدن و وروده. و ما مسیحیان، پیروان حقیقی عیسی مسیح خداوند، توجه خاصی به این تاریخ داریم. چرا که بنیاد ایمان ما ریشه در این تاریخ خاص داره. چون که پسر خدا جسم گردید و در زمان و مکان زندگی کرد. آمین. و در تاریخ بشریت یک تأثیر عمیق، ریشه‌ای، شگرف و به سزایی گذاشت. فصل ادونت و وارد شدن به این ایام عالی که دوران وارد شدن به راز کریسمس، قلب‌های ما رو عزیزانم میتونم بگم مملو از شادی و امید و ستایش میکنه. چرا که به ما یادآوری میکنه خدای کتاب مقدس انسان شد. خدا با انسان شدنش آسیب پذیر شد. خدا آسیب پذیر شد. ادونت فریاد میزنه خدایی که ما میپرستیم خدایانی نیست، خدایان فلاسفه و ادیان دیگه که با خلقت خودش هیچ سر و کاری نداشته باشه و با خلقت خودش وارد داد و ستد نشده باشه. خدای کتاب مقدس خدایی نیست که مبرا و منزه از تأثیرپذیری و تأثیرگذاری باشه. خدایی که ما میپرستیم خدایی نیست که بگه منو باور کن به خاطر 124 هزار پیغمبری که فرستادم روی زمین. منو باور کن به خاطر کارهایی که بهت گفتم انجام بدی، که اگه انجام بدی انشاءالله شاید روزی مورد مغفرت و لطف خداوندگار قرار بگیری. خدایی که ما میپرستیم خدایی که در بستر تاریخ خودشو مکاشفه کرد، خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب، خدایی که تحت تأثیر قرار گرفت، خدایی که گریه کرد، خدایی که خندید، خدایی که در آغوش مریم مقدس محتاج شد، خدایی که اگه یه بیماری عفونی میگرفت میمرد، خدایی که اگه زمانی که هیرودیس بچه های 2 ساله رو قتل عام میکرد به دست هیرودیس میافتاد، به همین آسونی کارش تموم میشد. اگه یوسف و مریم او رو در آغوش نمی گرفتن، فرار نمی کردن، تمامی رویای انسان، تمامی پیشگویی های دوران تاریخ بشریت نقش براب می شد. باور می کنی؟ خدای عالی ما عیسی مسیح خداوند، این حامل ذات خدا، این جوهر خاتم خدا، این پوری کامل خدا آسیب پذیر شد به خاطر من و تو. حتی
عیسی مسیح خداوند در باغ جتسیمانی با اینکه میدونست برای من و تو باید روی این زمین بیاد، برای گناهان من و تو داوطلبانه جان خودشو بده تا من و تو رو به دست بیاره، ولی در باغ جتسیمانی درد کشید، خیس عرق خون شد، ترسید، پر از ناآرومی و استراب شد که اگه فرشته ها نمی آمدن او رو تقویت نمی کردن، خیلی شاید دوران لحظات خیلی سختری رو می گذروند. خدای کتاب مقدس، خدای واحد حقیقی و همینجور انسان حقیقی، دوران ادوین وقتی وارد این دوران میشیم، وارد راز کریسمس میشیم، تمام این حقایق عالی برای آنانی که بیداردل و هوشیارم باز میشه. اما این راز کریسمس عزیزانم برای غافلان، برای اونایی که محکم به نقاب مذهبی خودشون چسبیدن، محکم تعصبات خودشونو دارن پیروی میکنن، همچنان راز باقی خواهد ماند. راز کریسمس برای اونایی که تشنه و گرسنه عدالت نیستن، همچنان راز باقی خواهد ماند. اما برای مشتاقان، مشتاقان حقیقی و پیروان عیسی مسیح خداوند، این ایام پر از شادی، پر از امید و پر از انتظار خواهد بود. آمین. باشه که در این لحظه پدر جمیع نورها سیل نور جاری کنه و چشمان فهم ما و چشمان قلب ما و چشمان ادراک ما تا واقعا اینقدر آسون، بی تفاوت، ناآگاه از کنار راز کریسمس به این سادگی عبور نکنیم. آمین. اولین پیام فصل ادوین میگه خدا همچنان داره به آشکار شدن، آشکار ساختن پسرش در بستر تاریخ داره ادامه میده. همین الان که شما دارین صحبت میکنین، از طریق این کلمات محدود انسانی خدا داره پسرش رو آشکار میکنه. آمین. اما نه به اونایی که ما انتظارش رو داریم. بر همه آشکار نمی کنه. وقتی که کتاب لوقا، انجیل لوقا باب 2 رو نگاه می کنیم، آیه 10 میگه تولد عیسی مسیح به چوپانانی که در صحرا به سر می بردن و گله های خود رو چوپانی می کردن ظاهر شد. متوجه هستین عزیزانم؟ فرشته های خداوند بر چوپانانی که گله های خود رو چوپانی می کردن در صحرا، در بیابان ظاهر شد. 1830 خوردهی پیشگویی که تمامی قوم منتظرش بودن، اما خدا به طور خاص بر این چوپانان ظاهر شد. چرا واقعا؟ سوال کردین؟ واقعا فکر می کردم این چوپانان داشتن گله داری میکردن، بره ها رو داشتن پرورش میدادن برای ایامی که گناه قوم و تو معبد قربانی بدن این گوسفندها و بره ها و گناه از قوم رفع بشه. و شاید این چوپانان داشتن بره ها رو برای خودشون به قربانگاه میبردن که رفع گناه بشه تا بتونن اقلا به طور موقت با خدا رابطه برقرار کنن. این چی داره به ما میگه؟ که چوپانان، که این گلداران چقدر مشتاق خدا بودن و فرشتگان بر این مردان ظاهر شده، اونا رو دعوت کردن. دیگه احتیاج نیست تو بیابونها، تو صحراها سرگردون بشین، برها رو چوپانی کنی تا گاهی یا شاید گناهان شما رفع شه. اشاره کردم به جایی در بیت لحم، بریم به سوی اون بره خدا که اینک گناه جهان رو بر می داره. آمین. و
و چه بشارت خوشی، چه مژده حیرت انگیز و عظیمی. واقعا وقتی با زبان ایرانی وقتی داشتم فکر میکردم، انگار یکی به یکی که روزها سالها منتظر یه بچه‌شه، یه امیدیه، یه آرزویه، میگه ای خواهرم، ای عزیز من، چشمت روشن، چیزی که منتظرش بودی به وقوع پیوست. و این آیات چقدر زیباست، این مژده چقدر حیرت انگیزه. این طور نوشته شده در لوقا باب 2:10 میگه زیرا بشارتی برایتان دارم، خبری بس خوش و شادی بخش که نه فقط برای شماست بلکه برای تمام انسان هاست، که امروز در شهر داوود نجات دهنده برای شما به دنیا خواهد آمد که او مسیح خداوند است. نجات دهنده‌ای به دنیا خواهد اومد، یعنی هنوز به دنیا نیامده، هنوز در این دوران انتظار بوده. نشانه این است که طفلی را در آخور خوابیده و او طفلی را در قنداق پیچیده و او را در آخور خوابیده خواهید یافت. همین که فرشته‌ها اینو گفتن، دلم میخواد واقعا به این توجه کنید. یعنی هر دفعه که من اینو خوندم تمام وجودم پر از وجد و شادی شد. همین که این بشارت حیرت انگیز گفته شد، میگه گروهی از لشکری‌های آسمان، فوجی از فرشتگان، تسبیح‌خوانان، ستایش‌کنان گفتن جلال بر خدا، بر عرش برین، و صلح و سلامت بر مردمانی که بر زمین مورد لطف خدا قرار گرفتن. هللویا. صلح و سلامتی بر مردمانی که مورد لطف خدا قرار گرفتن، نه همه این مردم، نه همه این مردم، اونایی که مورد لطف خدا قرار گرفتن. شاید باورتون نشه که این آیه رو من سر سجاده نماز 22 سال پیش مکاشفه شد برای من. وقتی که سالها پر از خلاهای درونی، پر از ترسا، پر از یک رابطه که یه سر سوزن با آسمون باز بشه و من با خدا رابطه داشته باشم، تا از اون همه ترسا، کینها، خشما، عدم بخشش هایی که در قلبم بود، اون همه تاریکی هایی که دست و پا می زدم، شاید یک کمی آرامش بیاد، شاید در این همه تاریکی نور وارد شه. و هیچ چیزی نبود. خیلی ادیان رو تجربه کردم، هیچ وقت یادم نمیره روزی که دوباره وضو گرفت و فکر کردم باید خیلی کارا بکنم، این دفعه نمازهای صد رکعتی بکنم، صدقاتمو بیشتر بدم و خیلی کارهای دیگه بکنم، ولی احساس میکردم آسمون درش بسته است و تمام وجود من اشتیاق بود که من باید با اگه خدایی وجود داره من باید با او رابطه داشته باشم. و تنها فکری که به نظرم رسید، اون موقع نه من روح القدس رو میشناختم نه این چیزایی که الان داریم در این نور خدا تجربه میکنیم، فقط احساس کردم خوب نمازو به فارسی بگم نزد خداوند، چون با فارسی یه جوری با قلبم بیشتر حرف میزنه. هرچی که شروع کردم با فارسی صحبت کردن، دیدم فارسیشم با قلب من یه جوری انگار فاصله داره، تا رسید به یه آیهی که احساس کم کلیدشه. نسرین سفت اینو بچسب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر مغضوب علیهم ولا الضالین. ای خدا، مخصوصا قسمت آخرش، تنها از تو یاری میجویم، تنها از تو کمک میخوام، منو به سمت آنانی هدایت کن که مورد لطف تو ان، نه به سمت آنانی که مورد غضب تو ان. نمیدونم چی شد تو قلب من، واقعا میتونم بگم فراتر از توضیحه، فقط یک اتفاق سحرآمیز بود که همین یه تیکه رو برداشتم و روزها با عشق احساس میکنم یه گوشه از آسمون باز شده
و همینجور با عشق نزد خدا به فارسی میگفتم ای خدا، اگه خدایی هستی که تو زنده ای و صدای منو میشنوی، منو به سمت افرادی هدایت کن که مورد لطف تو هن. چون صبح تا شب انقدر زیر محکومیت و دردم که فقط احساس میکنم زیر چوب تنبیه و غضب هستم. شاید چند روزی نگذشت که با این خداوند پر از لطف و رحمتم ملاقات کردم. تمام اون خلاهای درونی من، تمام اون تشنگی ها، تمام اون سرگشتگی هایی که مثل چوپانان در صحراها و بیابان های مذهب دور خودم میچرخیدم، تمام اون دردها، تمام اون خلاهای بی پایان انگشت اشاره اون فرشته ها شد که منو به بره خدا رسونید. اون لحظه بود که واقعا احساس کردم عیسی جواب سوالای بی پایان منه. عیسی نوری شد در تاریکی های من. عیسی طبیبی شد برای اون قده سرطانی گناه من. اینطور شد که واقعا نمیتونم بگم، به قول کلام باد از کجا وزید، از کدام طرف وزید، فقط احساس کردم که مورد لطف خدا هستم. راز کریسمس، ایام ادونت، نه فقط خیلی عالی و مهمه که به ما یادآوری میکنه خدا در تاریخ کار کرده، خدا ناظر و حاضره، خدا در تاریخ در تک تک قلب‌های ما متعال و رفیعه، بلکه ادونت و راز کریسمس به عیسی مسیح، زندگی او، به دنیا اومدن او، مرگ او، صعود او، مأموریت عظیم او داره اشاره میکنه و این خیلی مهمتره. و باز هم عزیزان من، مهمتر از هویت عیسی مسیح، مهمتر از مأموریت بزرگ عیسی مسیح اینه که عکس العمل تو امروز به این دعوت چیه. مهم اینه که عیسی مسیح خداوند در قلب تو متولد بشه. آمین. مهم اینه که نه امروز بلکه 365 روز در سال، هر روز عیسی مسیح خداوند در قلبتون شادی و این راز کریسمس رو مکاشفه کنه. آمین. مهم اینه که تمامی این حقایقی که دارم راجبش صحبت میکنم تو رو به شاهکار خدا، عیسی مسیح خداوند، این خداوند هستی، این خداوند حیات برسونه، تا جان تو در آرامی قرار بگیره، تا تو بچشی لطف و خدا، مرحمت خدا چیه، اون موقع بفهمی در هر شرایطی نعمت رسیده هستی، در هر وضعیتی مورد لطف خدا واقع شدی. آمین. اما پیام اصلی ادونت نه تنها این که عیسی مسیح خداوند یگان منجی عالم بشریت روی این زمین اومد، در شهر بیت لحم جس پوشید و امروز من و تو رو میتونه که نشینندگان در تاریکی و سایه موت هستیم به نور خودش هدایت کنه، بلکه داره به آمدن ثانوی خداوند ما عیسی مسیح اشاره میکنه. برای باورمندان، برای عزیزانی که قلبشون رو به عیسی مسیح دادن، و کلیسا در این ایام فرصت اینو داره که وارد یک آمادگی برای بازگشت ثانوی خداوندش بشه. آمین. دوران آمادگی در این ایام ادونت که 3 هفته این رنگ بنفش اشاره میکنه که عیسی مسیح داره میاد، قلبامون رو تفتیش کنیم، آماده باشیم برای اینکه یه پیوند ابدی با عیسی مسیح خداوند داشته باشیم، قلبامون رو آماده کنیم، تفتیش کنیم چیزایی که در قلبمونه، واقعا بذاریم که زیر نور خداوند بیاد، چون خدایی که عالی و رفیعه و در مکانهای بلند ساکنه میخواد در قلبی که توبه کاره، در قلبی که شکسته است، این روزها بیشتر در هر روز مسکن گزینه. آمین.
چون داریم آماده میشیم برای اون رستگاری عظیم، برای اون پیوند ابدی با او، چرا که عیسی مسیح خداوند داره بازگشت میکنه. باور میکنین؟ باور میکنین که عیسی مسیح داره بازگشت میکنه؟ این روزها عروسان خداوند باید یک چشمشون به ابرها باشه و گوشاشون به صدای کرناهای شیپور باشه که آمدن خداوند رو دارن نهیب میزنن، دارن صدا میزنن. عیسی مسیح باز خواهد گشت. چه باور کنی چه نکنی، این امید مبارک، این امید شادی بخش باز خواهد گشت و بهترین ها در انتظار من و توست. عزیزان، تمام اخبارها، رویدادها، تمام این ترسایی که انسان فرو گرفته، تمام این رکود اقتصادی، تمام این تروریست های جنگ طلب این زمان ها، عملکردهای القاعده ها، داعش ها، صدای ناقوسی که داره به صدا میاد که عیسی مسیح خداوند داره بازگشت میکنه. آمین، هللویا. او دوباره بازگشت خواهد کرد. اولین بار که اومد مثل یه بره خدا اومد که گناه من و تو رو برداره. اولین بار اومد روی صلیب پر از شرم و عریانی تا شرم عریانی من و تو رو بپوشونه. آمین. اولین بار اومد و همه انسان ها پای صلیب او رو داوری کردن، او را که نه صورتی داشت نه منظری که به کسی به او نگاه کنه، و همه گمان کردن که به خاطر گناه خودش مضروب شده، حال که به خاطر گناهان من و تو کوبیده و مضروب شد. اولین بار اومد که برای رستگاری من و تو بهای گرانقدر قدر خون خودش رو بپردازه. آمین. ولی دوباره میاد برای دومین بار که بیاد، مانند شیری از قبیله یهودا خواهد اومد. آمین. برای دومین بار وقتی بیاد با جلال و شکوه و عظمت بازگشت خواهد کرد. آمین. وقتی که بیاد برای دومین بار، دیگه همه در برابر او خواهند ایستاد و او آنها را داوری خواهد کرد. آمین. و او میاد و اون میاد تا جنگ ها رو تا اقصای جهان ساکن کنه، خاموش کنه. اون میاد تا نیزه ها رو و تمام اون اسلحه ها رو بشکنه و نابود کنه، قطع کنه و صلح و امنیت در جهان حاکم کنه. 1845 بار از بازگشت ثانوی خداوندمون گفته که 318 بارش در عهد جدیده. وقتی به بزرگ خاندان یهود ایوب نگاه میکنیم، میگه او میاد، من میدونم که ولی من زنده است و در ایام آخر بر زمین برخواهد خواست. آمین. وقتی به سرور انبیا اشعیا نگاه میکنیم، آیاتی که او گفته، میگه آن پادشاه خواهد اومد و مملکت او را انتها نخواهد بود و صلح و سلامتی را جاری خواهد کرد. وقتی به ارمیا نبی گریان نگاه میکنیم، میگه اینک ایامی میآید که همه ایمانداران در امنیت ساکن خواهند شد. آمین. پولس رسول، این بزرگترین مسیحی تاریخ بشریت، میگه خداوند با صدای شیپور و آواز رئیس فرشتگان از آسمان نازل خواهد شد و آن اقتدار نهایی در کلام خدا، عیسی مسیح خداوند، در یوحنا باب 14 میگه من میرم اما باز خواهم گشت و شما رو با خودم برخواهم داشت، جایی که اونجا خواهم بود تا شما با من تا ابد خواهید ماند. آمین. یوحنا که به خاطر بشارت انجیل درخشان عیسی مسیح در جزیره پتموس اسیر بود، زندانی بود، میگه اینک با ابرها میآید و هر چشمی او را خواهد دید. تمام کسانی که بر اون نیزه زدن، تمام کسانی که در برابر الزام روح القدس مقاومت کردند، برای او خواهند نالید.
تمامی طوایف دنیا پسر خدا را خواهند دید که با ابرها خواهد اومد در جلال و شکوه و عظمت. آمین. آمین. و این همه آیات واقعا عزیزان باید یک فوریتی در قلب ما ایجاد کنه برای آمادگی، برای آمادگی که عیسی مسیح خداوند بازگشت میکنه. فکر میکردم واقعا چه موردیه، چه چیزیه، خیلی موردا میتونه باشه که قلب ما رو سخت و صفر کنه، اما چه موردی مهمیه که باعث میشه قلبهای ما در این روزها در اون آمادگی و پاکی و بیداری قرار نگیره؟ چه چیزهایی باعث میشه که گوشهای ما ناشنوا و چشمای روحانی ما بسته باشه، وجود ما بی‌حس و بی‌تفاوت باشه در برابر این همه پیامهای هشدار دهنده؟ چه چیزهایی باعث میشه که کلیسا عروس عیسی مسیح خداوند این ایام تفقد خودشو نشناسه و آسون بگذره و این ایام و استراحت و آرامی رو در این روزها تجربه نکنه؟ چه چیزی باعث میشه؟ وقتی فکر میکردم خیلی چیزا میتونه باعث بشه، ولی چیزی که از همه مهمتره، از همه عظیمتر میتونه باشه، واقعا میتونه یه گره و گره کور در قلبهای ما باشه و خیلی چیزها رو با خودش به همراه بیاره در زندگی ما برای سخت شدن قلبمون و ناپاکی دلمون، عدم بخشش، چسبیدن به تلخی و رها نکردن افرادی که گاهن به ما صدمه زدن، خاطرات و آسیب‌هایی که در قلب و جان ماست که دائما هم غربالش می‌کنیم. چقدر این عدم بخشش عزیزان می‌تونه قلب ما رو مسموم کنه، چقدر نظر عاطفی و روانی می‌تونه ما رو پایین بکشه، باور می‌کنین؟ و چقدر می‌تونه تأثیر بذاره روی قلب ما و تمامی انرژی و حیات روحانی ما رو بدزده و از همه بیشتر روی رفتار ما تأثیر میذاره و در این ایام باعث میشه کلیسا تضعیف بشه، ضعیف بشه. باور میکنین که این چقدر عمیق این مورد و چقدر باعث میشه اون آمادگی روحانی ما رو واقعا نفهمیم و مثل اون باکره‌های نادون و چراغدانایی بدون روغن همجور بمونیم؟ عیسی مسیح بیاد و بره، همین لحظه داره ملاقات میکنه، یهویی بگی عیسی مسیح واقعا اینجا بود ولی من اصلا نفهمیدم و ندانستم. گناه تلخی و عدم بخشش بیشتر از اینکه فکر کنیم عزیزان هزینه در زندگی ما به بار میاره و انقدر مخوف این درد که خودم تجربه کردم که میتونه تمامی زندگی ما رو تصاحب کنه و انقدر آروم تصاحب میکنه که یه وقت به خودت میای نمیفهمی از کجا خوردی. واقعا برای این که من بتونم این مورد، این مقوله خیلی عمیق رو برای شما باز کنم، از یه داستان میخوام استفاده کنم، یه داستان غیر حقیقی که یک پیام فوق‌العاده حقیقی در اون نهفته است. این داستان اینه، داستان اینطور روایت شده که تقریبا 200 سال پیش در یک قبیله سرخپوست در یک آمریکای شمالی، یک قبیله بدوی، سنتی اونجا بود که اگه یک پسر، این سنت مخصوص پسر بود، میخواد بالغ شه، میخواد مرد شه، میخواد از اون طفل بودن و بچگی بیاد بیرون، باید یه کار خیلی شاق بکنه و این کار این بود که در زمستون خیلی سرد از بلندترین کوه اون منطقه بره بالا. اگه بتونه بره بالا و سالم برگرده، تمام خانواده جشن مرد بودن اون رو، بلوغ اون رو خواهند گرفت. و اینطور میشه که یه روز یه پسر 16 ساله تصمیم میگیره که من میخوام مرد شم، من میخوام دیگه از اون طفل بودن و بچگی بیام بیرون. برای همین در وسط زمستون
یه پوست خیلی زخیم از یک حیوانی دور خودش سر تا پای خودش میپیشه میپوشونه و شروع میکنه به راه رفتن. از بلندترین کوه بالا میره، روزها هفته ها بالا میره. وقتی به بالای کوه میرسه یک حس مطبوعی به او دست میده، یک حس پیروزی، یک حس خیلی شادی بخش که بالاخره موفق شدم. وقتی من برگردم دیگه هیچ کس به چشم یه بچه به من نگاه نمیکنه، همه به چشم یک مرد به من نگاه میکنن. یک حس پیروزی که خیلی لذت بخش بود. همینجور که در این لذت داشت لذت می برد و فکر تمام تصویرهای اون شادمانی پدرش، اون قبیلهی که براش جشن خواهن گرفت، یه دفعه نگاه می کنه می بینه یه مار خیلی قطوری اونجا داره حرکت می کنه و عجیبتر این که این مار شروع می کنه به حرف زدن با او. میگه ببین پسر، دارم از سرما میمیرم، منو زیر این پوستین خود دور بدنت نگه دار تا وقتی که منو پایین میبری تو اون دره منو رها کن که من بتونم به زندگی خودم ادامه بدم. این پسر میگه مگه من احمقم؟ فکر کردی نمیدونم؟ تو بلندت کنم منو نیش میزنی تمام بدنم مسموم میشه و من هرگز این کار رو نمی کنم. بعد از یه همچی پیروزی بزرگی مار شروع میکنه به صحبت کردن با محبت. به تو قول میدم، به تو قول میدم که تو رو نیش نزنم، به تو قول میدم که آزاری به تو نرسونم. بعد از ساعتها پسر بالاخره مجاب میشه، این مار رو زیر این پوستین خودش نگه میداره و روزها و هفته ها طول میکشه تا به پایین کوه برسه. وقتی به پایین کوه میرسه آفتاب بیرون اومده بود، تمام گیاه‌ها سبز شده بود. پس پسر مار از زیر لباس خودش بیرون میذاره، مار روی زمین شروع میکنه به حرکت، گرمای خورشید بر او میتابه، مار خودشو باز میکنه، جون میگیره و در یک لحظه بدون هیچ هشداری میپره و پای پسر رو نیش میزنه. پسر واقعا شوکه میشه، فقط به این مار نگاه میکنه، میگه ولی تو به من قول دادی، تو به من قول دادی که من مسموم نکنی، تو به من قول دادی که به من رو نیش نزنی. و مار میدونی چه جوابی میده به پسر؟ میخوام درست به این دقت کنی. میگه تو همون لحظه که منو بلند کردی باید میدونستی یه همچی بلایی سرت میاد، تو باید یه همچی لحظه ای رو تصور میکردی، باید میدونستی که من چه ذاتی دارم و چی هستم. و عزیزان امروز این داستان میتونه ما رو خیلی بیدار کنه. ما چه چیزهایی رو بر میداریم؟ الان چقدر عدم بخشش در قلب ماست؟ چقدر نفرت، تلخی، خشم، نگرش‌های منفی، چیزهایی که واقعاً می‌دونستیم چیه ولی هرگز فکر نمی‌کردیم که به ما آسیب بزنه. کلام خدا میگه به ابلیس مجال نده، نذار خورشید بر غیظ تو غروب کنه. و کتاب عبرانیان باب 12 میگه نذار این تلخی در قلب تو بمونه، تو رو مضطرب کنه. نیست؟ اولین کاری که میکنه تمام شادی تو رو میبره، استراب و ترس روی تو میاره و بعد میگه جمعی رو آلوده میکنه. وقتی به این مسئله فکر میکردم بارها هم راجبش صحبت کردم که این عدم بخشش چه دردهایی رو، چه بیماریهایی رو میتونه در تن ما بیافرینه، چرا که جریان حیات و زندگی رو در روح و روان ما قطع میکنه عزیزان. و تو فکر میکنی با نگه داشتن این عدم بخشش داری اون کسی که به تو ظلم کرده صدمه میزنی؟ مگه میشه تو یه لیوان سم بخوری و انتظار داشته باشی کسی دیگه بمیره؟ و همینطور وقتی اینو نگه میداری، میذاری خورشید بر غیظ تو غروب کنه، شروع میکنه این افکار تو به حرکت کردن،
نیست؟ این چیزی چرخه‌ای که من توش زندگی کردم. و میبینی سالها، حتی چند سال گذشته، چرا این اتفاق اینقدر تازه است؟ چرا هر دفعه فکر میکنی اینقدر دیروز بوده این ظلم به تو شده، این خیانت به تو شده؟ کسی هست که اینو تجربه کرده باشه؟ و زنی رو واقعا میشناختم که شوهرش بهش خیانت کرده بود و اینقدر یه عدم بخشش رو تو خودش نگه داشت که به واسطه یک بیماری مهلک مرد. زنی که خودم شاهدش بودم، نزدیکترین کسش که معمولا آسیب‌ها رو ما از نزدیکترین کسمون میخوریم، پولی رو قرض داد به برادرش و برادرش به اون نارو زد و اینقدر این زن به این مار نفرت چسبید که هیچ وقت یادم نمیره همه جا پیچید که این زن دقمرگ شده، چون که دکتر گفته او از قصه دق کرده و اگه دقم نکنیم بیماری های سمومی رو در تن ما بیرون میاره. هیچ وقت یادم نمیره زمانهایی که بود، سالها چه کینه هایی در قلب من بود، چه عدم بخششی در قلب من بود. چیزی الان میخوام بهتون بگم که اگه بهتون بگم هیچ وقت شاید باورتون نشه الان دارین منو نگاه میکنین من این چیزها رو تجربه کرده باشم. سالهایی که پر از نقاب تظاهر شادی و قهرمان بودن داشتم و ظاهراً همه فکر میکنم من زن خیلی روحانی در مذهب خودم، چقدر طیبات رو انجام میدادم، چه کارهایی، ولی تو وجود خودم مثل اون به قول عیسی قبر سفید شده‌ای بودم که درونش پر از لجن و آشغال، عدم بخشش، تلخی، استراب و ترس بود. یادم چند سال پشت سر هم، باورتون نمیشه ولی حاضرم در آخر جلسه این جای این قسمت ها رو نشونتون بدم که تمام این قسمت صورت من کورک هایی میزد، نه جوش، کورک های چرکی که من سرم رو روی بالش نمیتونستم بذارم و واقعا نمیدونستم این از چیه. من میرفتم دکترای گیاهی که میگفتن اینا جوش نیست، اینا کورکه و باید نیشتر بزنی به این چرکا بیرون بیاد. روغن سیاه میذاشتم، یکی دو بار کلینیکی رفتم که اینو شکاف میداد. من اون موقع اصلا اصطلاح پزشکی رو اصلا انقدر درد داشتم که اصلا نمیفهمیدم این داره چیکار میکنه. فقط یادمه که یک چیزایی میذاشت تو این کورک ها، این یه پانسمان خیلی باریک ولی این خلال دندون چوبیا هست ولی کوتاه، میذاشت میگفت این تمام این خونت که مسموم و چرکه به اینا جذب شه. هیچ وقت یادم نمیره از کلینیک اومدم بیرون، بچه ها، یکی از بچه ها که واقعا حرفای حقیقت رو باید از بچه ها شنید، اینجوری به من نگاه کرد گفت مامان تو صورت درخت کاشتن. و بعد فهمیدم که این درخت های قضاوت و داوری، درخت های عدم بخشش که ساعت ها، روز ها، ماه ها، سال ها من با خودم حمل می کردم. وقتی یه پوستی رو میدیدم که هیچی نیست روش حسرت میخوردم، گفتم یه روزی میشه که من سرم بذارم رو بالش بدون درد. هنوز جای اون زخمای عمیق روی صورت من هست، آنتیبیوتیک های شدید و قوی که میخوردم. باورتون نمیشه تو یه هفته بعد از ایمان آوردن، وقتی مورد لطف خدا قرار گرفتم، نه به خاطر لیاقت خودم، نه به خاطر کارهایی که کرده بودم، فقط به خاطر اینکه مشتاق و تشنه رابطه با خدا بودم، وقتی به این خدای حیات و هستی وصل شدم، باورتون نمیشه نه در عرض 3-4 روز تمام این کورک ها و چرک ها از پوست من رفت. همه ما عزیزان زمانهایی داشتیم که زخمایی به ما زدن، اشتباه کردیم، مورد اشتباه واقع شدیم. فکر کن چه چیزی رو داری بهش میچسبی، چه چیزی رو هی تو ذهنت داری قربال میکنی، هی تازه میکنی. هفته پیش پاستور عزیزمون وقتی موعظه میکرد یه آیه خیلی عالی اونجا گفت که تمام طول موعظه فقط من به این آیه نگاه میکردم.
و این آیه حقیقت عظیمی توش بود که واقعا انگار چشمای روحانی منو باز کرد. تو پیدایش باب 15 آیه 11 یادتونه موعظه هفته پیش راجع به عهد صحبت میکرد که ابراهیم و خدا با هم عهد بستن، یادتونه؟ و نشانه این عهد قربانی هایی بود که اوسط تقسیم میشد، این بره جاده گذاشته میشد در دو طرف و ابراهیم از میان اینا عبور میکرد. ولی یه آیه خیلی قشنگ اونجا، خواهش میکنم به این توجه کنی، چون یه حقیقت عمیقه که سالها خودم توش زندگی کردم، تجربه کردم. میگه که چون لاشخورها به لاشه‌ها میامدن، نزدیک میشدن، ابراهیم تا غروب آفتاب اونا رو میپراکند، دورشون میکرد، اونا رو به عقب میرون تا این لاشه ها خورده نشه. این لاشه که نشانه عهد خداوند با ابراهیم بود، نیست؟ لاشخورها نشانه چیه؟ دشمن، شیطان. لاشخور کارش چیه؟ نمیاد یه لاشه رو، یه جسد رو فوری برداره بخوره ببره. این تو که تیزشو میاره فرو میکنه، میره دوباره میاد دوباره فرو میکنه. یعنی همیشه این زخم تازه و خونالود نگه می‌داره. خیلی از ماها زخمایی در درونمونه، نیست؟ و شیطان دائم میاد اون لاشخور با فکرای ما دائم اون زخم و اون عدم بخششو تازه و خونالود در قلب ما نگه می‌داره. اینطور میشه که از فیض محروم میشیم، اصلا فیض رو نمیفهمیم چه در عیسی مسیح خداوند. اما خیلی قشنگ گفته، میگه ابراهیم خوابی گران بر اومد، انگار من اینطور تصویر میکنم، کلام خدا برای هر کسی روح القدس یه جوری باز میکنه، احساس میکنم ابراهیم خسته شده بود، خوابش برد. وقتی که خوابش برد، خدا به میان اومد، خدا به میان اومد در آتش و دود غلیظ. وقتی خدا به میان بیاد، وقتی فیض به میان بیاد، کدوم لاشخوری میتونه زخمای درد ما رو تازه کنه؟ امروز تو نمیتونی، شاید خسته شدی، شاید در مسیح هستی، انقدر گفتی میبخشم فقط نتونستی. امروز فیض خدا رو دریافت کن تا این معجزه بخشش در قلب تو انجام بشه. آمین. امروز خداوند فیاض میخواد به تو فیض ببخشه، تو اون پاکی در قلب تو امروز داشته باشی، ببخشی و همینجور کمکت کنه این فیض که طلب بخشش کنی. آمین. ما با قوت خودمون نمیتونیم عزیزان. ابراهیم سه روزم اونجا کشکش میکرد، این لاشخورا رو دوباره میامدن، خسته میشد، نیست؟ فقط فیض خدا رو امروز اینجاست تا برداری دوباره اون حیات خداوند ما عیسی مسیح به تو برگرده. آمین. شیطان همونجور که به حوا گفت هر آینه نخواهی مرد، نیست؟ همینطور که به اون پسر گفت تو نخواهی مرد، ولی امروز به تو میگم تو خواهی مرد. اگه این عدم بخشش و امروز فیض خدا رو بر نداری و رها نکنی، خواهی مرد. شاید از نظر جسمی به این زودی ها نمیری، ولی از نظر روحانی تو خواهی مرد، چون با خدا هرگز نمیتونی رابطه داشته باشی. پس در نتیجه هیچ آمادگی روحانی برای بازگشت عیسی مسیح خداوند نخواهی داشت. این دشمن دیرینه و قدیمی که از ذات خودش چون دروغگو و پدر دروغگو در گوش تو میگه این عدم بخشش رو نگه دار، نخواهی مرد، ولی خواهی مرد، خواهی مرد. عیسی مسیح اومده که تو حیات بیابی و آن را زیادتر زیادتر حاصل کنی. اما دزد میخواد بدزده اون حیات و شادی تو رو. امروز باشه که دل حکیم بر تو قرار بگیره و فیض خدا رو دریافت کنی تا حیات عیسی روی تو قرار بگیره. آمین. پادزهر هر سمی، هر اعتیادی، شاید عدم بخشش نیست، اعتیاد داری به مواد مخدر، به سیگار، به مشروبات، به سکس، نمیدونم به چیه که این همه خلاهای شدید تو میخوای با او پر کنی، به قرصا، به قرصای افسردگی. و خدا به تو میگه پادزهر هر درد بی درمون تو فیض خداوند ما عیسی مسیح خداونده. آمین.
و خدا امروز میخواد که تو این فیض رو دریافت کنی و شفا بیابی. باور میکنی؟ حقیقت و مفهوم فصل ادوین و راز کریسمس اینه، بیا نزد من ای گرانبار و خسته، بیا. نیست؟ نمیگه همونجا بمون من میام سراغ تو. اول جلسه هم بود، نیست؟ اونایی که از اردوگاه خودشون میان بیرون، یهوه خدا رو میخوام ملاقات کنن. و امروزم تو دعوتی ای عزیز من. اول اونایی که دعوت دارن، که آسیب‌هایی در قلبشون دارن، بذاریم قدم ایمانمون رو برداریم. با قدم‌هایی که بر می‌داریم میایم جلو. میگه ای گرانبار و خسته، ای که زیر آسیب‌های زیاد مدت هاست داری له میشی و این لاشخور دشمن جانت همیاد این زخما رو در تو تازه میکنه، امروز بیا جلو. عیسی مسیح تو رو دعوت میکنه که بیای جلو. همینجور به کسایی که هنوز عیسی مسیح خداوند رو در قلبشون دریافت نکردم، پیام کریسمس برای تو اینه ای عزیز من. چرا نگرانی؟ چرا در صحراهای مذهب، در بیابانهای خودتون مثل اون موقعی من سرگردون و آوارهی؟ به طرف عیسی بیا. فقط یه شرط داره. تشنه ای؟ چه کسایی تشنن؟ میتونین اقلن دستتونو بلند کنین؟ پس بیاین جلو در نام عیسی مسیح خداوند. اونایی که دستشون رو بلند کردن بیان جلو. خداوند میگه به طرف عیسی بیا، ای انسان تشنه کنار نهر آب بیا، ای انسان سرگشته کنار سرچشمه آب حیات بیا. امروز محبت عیسی، فیض عیسی اینجاست که به تو بنوشانه از حیات. این خدای هستی بخش اینجا تو رو میخواد شفا بده. این دو گروه برای جلو اومدن دعوت هستن. بیا نزد او ای گرانبار خسته. اگه گرانبار خسته زیر بار مذاهب دروغین و مغز تو رو شستشو دادن، بیا جلو تا بفهمی که خدا در عیسی مسیح چقدر نیکوست. باشه که امروز کریسمس در قلب تو جشن گرفته بشه. آمین. پس خداوند تو رو دعوت میکنه که به جلو بیای. آمین. بیاین به جلو. هم بی ایمانان، برای کسایی که تشنه و گرسنه آب حیاتن، از صحراهای مذهب خودشون، بیابونای مذهب خودشون خسته هستن، مثل من سالها دور خودشون چرخیدن و هیچی دریافت نکردن. همجور برای اعضای کلیسا که حتی اگه یه سر سوزن، خواهش میکنم بیاین جلو زیر نور بیارین. از کشیش کلیسا تقاضا میکنم. خواهش میکنم. خدا هیچه مرسی پدر جان. هللویا. مرسی پدر. این قدم ها رو میبینی که به سمت تو اومدن خداوند؟ این قلب ها رو میبینی که خداوند چقدر تشنه و گرسنه تو اومدن؟ تو مدیون این قدم ها نخواهی موند، ایمان دارم. میخوایم امروز فراتر از این چراغونی ها که دنیا داره بهش نگاه میکنه، این تجملاتی که دنیا داره بهش نگاه میکنه که از طریق این انحرافات، این حاشیه ها، راز کریسمس رو بهش پی ببره. باشه که امروز کریسمس حقیقی در قلب تک تک این تشنگان و گرسنگان عدالت خداوند جاری بشه. باشه که امروز ای خدای هستی بخش، ای خدای حیات، در قلب این عزیزان تو وارد بشی. باشه که این گرانباران و خستگان از تو آرامی بیابند، از وجود هستی بخش تو در حیات و شفا قرار بگیرن. میخوام دستامونو بالا کنیم مثل قربانی ها، مثل در کلام خدا میگه دستاتو مثل قربانی های عصر نزد خدا بلند کن. همینطور بلند کردن دست ها یعنی تسلیم به سوی خدا. ای خدا، من نمیدونم تو کی هستی. اگه تو خدا هستی، منو امروز مورد لطف خودت قرار بده. امروز من از اون غضب، از اون تاریکی به سوی نور و حیات پسر تو انتقال پیدا کنم. امروز از اون همه روح محکومیت به سوی لطف
لطف و رحمت تو حرکت کنن. ای خدا هر دستی که امروز به سمت تو بلند شده که این فیض رایگان تو رو که گران تموم شده خدا و خالی برنگرده، دعا میکنم دست های ایمان برای دریافت این کریسمس با شکوه تو، این شادی های آسمان تو امروز دریافت کنه خدا و از آسمان همچون خدا و بخشش تو رو، رحم تو رو خدا و فیض تو رو برای اون قسمت هایی که خدا و تلخی هست، استراب هست، ترس هست، خدا یه جا میتونیم فقط این بخشش یاد بگیریم، فراتر از این ذات بشری بخشیدن و طلب بخشش به صلیب تو نگاه کردن. خدا من دعا میکنم یه چشمای تک تک عزیزان به صلیب تو متمرکز عجیح ترین رسوایی ها رو سر تو بردن، عجیح ترین بی حرمتی ها رو فقط گفتی ببخش چون اونا نمیدونن چی کار میکنن. خدا من دعا میکنم که این فیض بخشش، این معجزه بخشش در تک تک این عزیزانی که خدا من به سمت تو اومدن گرانبار و خستن و به نزد تو اومدن جاری بشن تا در نفسهای خودشون در نفوذ خودشون آرامی بیابن. دعا میکنم یکی از همین برههای تو، گوسفندای تو هرگز گم نشه، بلکه برای بازگشت ثانوی تو خداوند با چراغدانهای پر لبریز شده از روغن روح القدس، هوشیاری که نشانه از هوشیاری و آمادگی است، خداوند با تو پیوند ابدی رو داشته باشن، با تو یک بشن و از دروازه نجات و آسمان عبور کنن، چرا که در نام قدوس عیسی مسیح خداوند دعا کردیم آزاد شد، چون پسر خدا تو رو آزاد کرده از هر روح مذهب، از هر روح عدم بخشش، چون که در نام قدوس و مجید و مهیب عیسی مسیح خداوند دعا کردیم. کلیسای عزیز عیسی مسیح بگه آمین و آمین. مبارک و مورد لطف شده در خداوند.